آیت الله مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید در قم خواستار افزایش بودجه قم شده است. آقای مکارم گفته است بسیاری از ساختمان‌های شهر قم مؤسساتی هستند که درآمدی تولید نمی‌کنند و دولت باید به آنان کمک کند. او گفته است شهرهای دیگر باید بپذیرند که وضعیت قم متفاوت است. در سالهای اخیر بودجه مؤسسات فرهنگی تحت پوشش حوزه علمیه در قم مرتباً افزایش یافته است. آقای مکارم همچنین با مقایسه قم و کاشان گفته است چرا کاشان فرودگاه دارد اما قم از داشتن فرودگاه بی بهره است. آقای مکارم را میتوان فعالترین مرجع شیعه ایران دانست که در مورد امور کشور اظهار نظر میکند و سخنان او بارها جنجال برانگیز شده است. برای گفتگو در این زمینه علی خردپیر روزنامه‌نگار با ما، سپاسگزارم علی که با ما هستی. اول به ما بگو این حرفی که آقای مکارم میزنه در مورد بودجه است، برای اینکه یه خورده بیشتر بفهمیم اصلا بودجه استانی در ایران چه جوری تعیین میشه، موقعیت بودجه استانی قم چیه؟ بودجه استانی معمولا بر مبنای چهار شاخص تعیین میشه. یکی بر مبنای ضریب در واقع محرومیت هست، دومی میزان توسعه یافتگی، همینطور در بر مبنای لابی نمایندگان پارلمان هست، و چهارمین نکته که اهمیت داره بسیار در خصوص نگاه‌های ویژه حاکمیتی به استان‌ها در کشور هستش. آقای مکارم در صحبتی که داشته در واقع خواستار یک بودجه ویژه‌ای برای شهر قم شده و نه برای استان قم، و من فکر می‌کنم اگر بخوام خیلی سریع پیش بریم و یه نگاهی داشته باشیم به اینکه اساساً آقای مکارم چه می‌خواهد، من فکر می‌کنم حرف آقای مکارم و درخواست آقای مکارم اساساً علمی نیست، برای اینکه ما وقتی که به تعریف ساده بودجه نگاه می‌کنیم، بودجه پیش‌بینی درآمدها و نحوه هزینه کرد است، و اگر یه خورده بخوایم جامع‌تر این تعریف رو در نظر بگیریم، برنامه‌ای در دست دولت هست برای اینکه چگونه درآمدش رو کسب کنه و چگونه هزینه کنه. بنابراین شما نمیتونید به صورت دستوری، هر چند اگر که یک مقام روحانی باشید و صاحب نفوذ، بگید که باید بودجه زیادتر بشه. این نگاه نگاهی هستش که یک نگاه سنتی و میشه گفت عنوانی بودجه رو به عنوان پول تو جیبی در نظر میگیره و در واقع شهرها و استانهای کشور رو به عنوان فرزندان یک پدر پولدار. این نگاه نگاه غیر علمی هستش. من در مورد یه سوالی دارم، ولی اول میخوام ببینم دوستانم اینجا اگر نکته ای دارن. من حالا ایشون توضیح مبسوطی دادن در مورد اینکه اصلا بودجه چجوری تخصیص داده میشه، ولی به طور کلی باید آدم بیشتر به این میتونه به این فکر کنه که بازده اقتصادی شهر قم برای کل کشور چیه، یعنی سهمش در تولید ناخالص ملی، ناخالص داخلی، و آیا افزایش بودجه برای قم با توجه به سهمش توجیهی داره اصلا به لحاظ تا به امروز؟ تا به امروز ما شاهد بودیم که روند در واقع بودجه‌ای که تخصیص داده شده، اعتباراتی که تخصیص داده شده به استان قم افزایشی بوده، اما همچنان استان قم در زمره نیمی از استانهای کشور هستش که سهمشون زیر 1% در جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی هست، و این در واقع فاجعه بار هست که نیمی از استانهای کشور چنین سهمی داشته باشن. اما اینکه آیا توجیه دارد یا ندارد، دوباره تاکید میکنم بودجه یک مقوله هست در اقتصاد کلان که حرف زدن دربارهش بسیار در واقع باید با محتاطانه صورت بگیره، اما نکته در این هستش که ما میتونیم بپرسیم با توجه به افزایش بودجه‌ای که تا به امروز ما دیدیم در سالهای اخیر، چرا هیچ اتفاقی نیفتاده در استان قم، با این که گفته میشه ما 7 شهرک صنعتی داریم، اما از سوی دیگر میبینیم که در واقع نرخ بیکاری 12.5% هست، در واقع 11.5% نرخ بیکاری کل کشوره. با نرخ بیکاری 12.5% 7 شهرک صنعتی درست شده، اما رکود اقتصادی وجود داره و مسئله بیکاری وجود داره، و در واقع ما هرگز شاهد نبودیم که در استان قم صنایع مادر یا صنایع بزرگ ایجاد بشه که مهمترین عامل هست برای اشتغال زایی و جذب سرمایه گذار. خب پس میتونیم بگیم شاید اصلا این بس بخشش برمیگرده به این که آقای مکارم میخواد در جریان
در واقع طراحی بودجه که از ماهای آینده شروع خواهد شد تاثیر بذاره؟ بی تردید. و البته این یک نکته خیلی جالبی هست که ایشون میگه برای شهر قم باید ردیف بودجه ویژه‌ای تخصیص داده بشه. ما چنین چیزی تا به امروز نداشتیم. و میگوید که هیچ شهر دیگری هم نباید معترض بشه. و نکته در اینجا هستش که بلافاصله خودش رو تصحیح میکنه و میگه که قم و مشهد دو شهر مقدسی هستند که در واقع در این رابطه نباید بحثی صورت بگیره. ممنونم علی، در این باره بیشتر صحبت میکنیم، ولی اگر ارتباط اسکایپیمون رو داشته باشی